الحمد لله والصلاة على رسول الله الله في كتابه فلا تحسرن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. من در این محفل بیشتر برای استفاده شرکت کردم، دیگر کاملاً به سن تفاوت رسیدم و خود را متقاعد احساس میکنم و فقط امریه برادران را خواستم اطاعت کنم، لحظات مزاحم وقت شریف همه شما عزیزان می شود. خوشحالم اینا احتیاجی به امثال ما ندارند، با حضور سرمایه های بسیار سنگین و عزیز جناب استاد امیری، جناب دکتر سلطانی و جناب دکتر حسینی و بقیه دوستان و برادران، اینا هر کدامشان پهلوان این میدانند و این شب انصافا از فرمایشات جناب استاد امیری و دکتر سلطانی بهره بردم. من هم لحظاتی مزاحم شما می شوم. محفل به نام شهید مزاری دایر شده و محور صحبت هم باید ایشان و خصوصیات ایشان باشد. بعد از شهادت ایشان آقای قدسی یک شعری در رسای آقای مزاری سروده بود که مطلعش این گونه شروع می شد: پیچیده بین تابوت حجم یک آسمان را. بسیار شعر معنا دارست. پیچیده بین تابوت حجم یک آسمان را، از غزنه گسترانده تا بلخ کهکشان را. ولی من با آقای قدسی میخوام پیام بدم که آقای قدسی امروز اون کهکشان جهانگیر شده، در سطح جهان گسترده شده. شاید در ماه حوت، ماه شهادت آقای مزاری، همه متوجه که از همه گوشه های جهان صدای مزاری بلند است. مزاری نمرده، مزاری زنده است، جاودان است و تکثیر شده. به همین خاطر من تسلیت نمیگویم. خدا رحمت کند ابراهیم خان گوسوار را که یک یاد از او هم بکنم. در سال 1355 من در پل خمری منبر میخواندم. از جمله کسایی که ما را در طول محرم همراهی میکرد ابراهیم خان گوسوار و رئیس قنبر علی خان از جاهوری بود. طی همون سفرها ما موفق شدیم تمام داستان قیام ابراهیم خان را از زبان خودش بشنوم و وقتی از او در صفحات مجازی نوشته میشه یاد میشه، من متحیر میمانم که اینا از کجا پیدا کردم این مسائل رو. واقعیت اونا نیست. بعد رئیس قنبر علی خان با من صحبت کرد، گفت که وقتی ابراهیم خان آماده شد که صلح کند، هیئت بزرگی از موسفیدان همه اقوام افغانستان به شارستان رفته بود. با ایشان از اونجا راه افتادیم طرف کابل که او را بیاریم و با ظاهرشاه روبرو کنیم. او خواستهای خود رو بگوید و ظاهرشاه هم قول داده اجرا کند، منتها از شارستان باید بیاید کابل.
در وسط را ابراهیم خان در این زمان فقط 21 ساله بود. این جوان 21 ساله که آدم حیران میمانه که چی فکری داشته یاده. بعد گفت که در طول راه ابراهیم خان اسب میتافت و نیزه میزد. گفت من اسب راندم به هدویش رفتم گفتم که خان. گفت چی؟ گفت که ما تو رو پیش دشمنی در کابل میبریم تا ببینم که چی چقدر فکر داره. ما تو رو پیش دشمنی در کابل میبریم و اونجا ممکنه که زایش رو همه حرفای خود پس بید و تو با خطر مواجه شدیم. بعد با همون گویش خاص هزارگی خود گفت که قمبر علی خان مگه نمیگی که تمام بزرگان افغانستان آمده، جنازه ای که همه بزرگان یک کشور پای او جنازه را بره او جنازه حق داره رقص کنه. و بعد متوجه شدم که نه، این جوان خام پخته هست، خیلی آدم ساده نیست. من میخوام بگویم که آقای مزاری امروز از همه زنده تر است. به نام کی در همه دنیا مردم جمع میشوند و مراسم برگزار میکنند؟ هیچ نامی فعلا برای مردم ما انگیزه دهنده به اندازه نام مزاری نیست. و در سالگرد شهادت او باز آقای مزاری هر سال متولد میشه و رشد میکنه و تکثیری بیشتر میشه و گسترده تر میشه زمینه نفوذش. منتها دشمنان و رقبا متاسفانه خیلی صفوف خود رو فشرده ساختن و تهاجمات عجیب و غریب را علیه آقای مزاری و مردمش شروع کرده که من امیدوارم تدابیری در این رابطه در نظر گرفته شد. میخواهم این رو بگویم که بزرگترین امتیاز مزاری و زمان مزاری چیست که او رو ما امروز از دست داده متاسفانه. در افغانستان یک نسل سربداری در پایان حکومت ظاهرشاه و در دوره داوود به میدان آمدن که ققنوسوار خود رو به آتش می‌زدن و خود رو می‌سوختاندن تا مردم راهشان روشن شد. و همون نسل، یکی از اونها شهید مزاری بود. همون نسل توانستن هم خط فکری ایجاد کنن و هم توانستن مردم رو توجیه کنن و مهمتر از همه توانستن زعامت به وجود بیارن. مسئله حزب وحدت مسئله نبود که همه مردم آمده باشد و اتحاد کرده باشد که ما بعد از حزب وحدت درست میکنیم. یک جمع محدود از همون نسل اول سربدار در پنجاب گرد هم آمدن و گفتن افغانستان رو به تحول پیش میره. ما اگر با همین پراکندگی باشیم در افغانستان برای همیش این کار خواهیم شد. باید احزاب رو جمع بکنیم. و به قدر تصمیم جدی شد که آقای مزاری گفت من حاضرم خون پدر و برادر و اینای خود نادیده گرفته به دروازه آقای محسنی برم برای که این مردم جمع شدن و ما در افغانستان به یک نابودی کامل نرسیم. و همو بود که از نقطه های شروع شد و بالاخره رسید با او کنگره های چندگانه حزب وحدت که در بامیان و یک اولنگ و لعل سر جنگل و بیسود و اینجا ها دایر شد. ببخشید یک مقدار حساسیت داره و حزب وحدت تشکیل شد. بعد در حزب وحدت
مزاری داوطلب رهبری هم نبود و حزب هم داوطلبانه به مزاری رأی نداد. خیلی ها قبای رهبری را برای خود بریده بودند و خواب رهبری می دیدند و حمایت های بیرونی و پول های را هم جذب کرده بودند که باید رهبری حزب وحدت شد. همون نسل و همون تیم تحلیلشان این بود که غیر از آقای مزاری هر کس باشه ممکنه بلغزه. آقای مزاری وقتی میگفت آتیم دیگه نمیشه غیر از این، دیگه کس حرف مزاری رو تغییر داده نمیتوانست. مزاری در شرایطی که خودش بین مرز ایران و هزارجاد در غرب افغانستان گم بود، هیچ کس خبر نداشتن که زنده هست یا نه. در بامیان دوستا تلاش کردن آقای مزاری رو به دبیری حزب وحدت انتخاب کردن، رای جمع کردن، تلاش کردن و رقبا را عقب نشینی دادن. آقای مزاری رهبر شد. از نظر حزب که تا آخر هم یک تعداد میگفتن او دبیر است، ما نه رئیس داریم نه رهبر داریم نه هیچی، او دبیر است. ولی او رهبر شد به خاطر که دقیقا همان تیم با همان خط فکری توجیه شده که برای هر هزاره که توضیح داده می شد قبول می کرد. آقای مزاری آمد در غرب کابل رهبر شد. رهبری ببینید برادران، مردم به دو چیز احتیاج دارند: یک قهرمان. و افسانه های هزارجاد می گفتن که مردم در هزارجاد می گفتن که در تاریخ سه پهلوان گذشته، یکی علی شاه مردو، یکی دیگه ابراهیم خان از مو، یکی دیگه هم اینجا هست. مردم قهرمان کار دارد. دو، زعیم کار دارد، رهبر، کسی که دستور بده و مردم اطاعت کنه، کسی که راه پیش پای مردم بگذاره، کسی که پرده ها رو کنار بزنه. در جنگ های امیر عبدالرحمن علاوه بر آنچه که برادرم جناب آقای سلطانی توضیح دادن، هزارجاد به شکل ملوک و طوایفی پراکنده اداره می شد. هیچ کسی هم نبود که کاری کند. تنها یک موقع میری از دانبخش توانسته بود تا حدودی مردم رو کم کم جمع کند و به سمت یک اتحاد ببرد که او را با توطئه دولت کابل به شهادت رساندن و قضیه همونجا خوابید و تمام شد. دیگر اینکه مردم منتظر یک صدا باشد که او چه خواهد گفت، چنین چیزی نبود. و به همین دلیل معروف است که در اروزگان کشلاق پایین خرمن باد میکردن و کشلاق بالا جنگ بود و دود با آتش کشیده میشد خانه. آمد آنچه که بر سر ما آمد و تا امروز ضربه های او اثرات خود رو دارد. بعد از یعنی در دوران شهید مزاری ما خواست ما مشخص بود، عدالت و تأمین حقوق میخواییم. ما امتیاز نمیخواستیم، ما برابری انسانی و برادری دینی در افغانستان میخواستیم و این چیزی نبود که کس به او تن بده. خط ما روشن بود، حرف ما هم روشن بود، دیوانه ما هم میفهمید، هوشیار ما هم میفهمید. و مرجع یک مرجع بود، همه گوش به فرمان آقای مزاری. و آقای مزاری در یک رأس یک تیم مقتدر که با تمام توطئه های درون حزبی مقابله میکردن و از بین میبردن. همه مردم هم گوش به فرمان آقای مزاری. در کابل حزب وحدت هیچی نداشت، نه رادیو داشت، نه تلویزیون داشت، دیگر همه چیز داشتند.
آقای مزاری مسجد امام خمینی دشت برچی رو داشت و سلام. فقط اعلان میشد که آقای مزاری میایش صحبت میکنه و همگی هم حاضر میشدن چون میفهمیدن که اینجا تعیین تکلیف میشه. آقای مزاری سخنرانی تشریفاتی نمی کنه، میاید حرفای جدید رو میگه و رایحان رو هم میگه و همین کار هم میشه. بنابراین مردم ما هیچ سرگردانی، هیچ سرگشتگی، هیچ تحیل نداشت. صداهای مخالف زیاد بلند شد، تبلهای مخالف زیاد نوخته شد و خیلی ها هم بودن که تلاش کردن آسیب برسانن، ولی مردم توجیه شده بود. آقای مزاری هم در هیچ مسئله مردم رو سرگردان نمی گذاشت، تکلیف رو روشن میکرد، بنابراین رای خود رو پرقدرت میرفت. این رو هم بگم، قراره که شنیدم هیئتی از کشورهای همجوار آمده بوده در همون زمان با آقای حکمتیار دیدار کرده، گفته که از پهلوی مزاری خودت رو جدا کن، چون تصمیم گرفته شده که آقای مزاری با این سرسختی باید برداشته شود، یه اگر باشد در افغانستان رشته همه هم بمیشن، چون تدریجا بین تاجیک ها، بین پشتون ها، بین ازبک ها مردم های منصف و با آقای مزاری تماس داشتن، کم کم دایره گسترده می شد و شکل ملی رو خود می گرفت در شکل هزارگی. بنابراین خب این تصمیم، تصمیم یک طالب نبود، تصمیم بزرگتر از او و گسترده از او بود که آقای مزاری باید از بین برداشته شد و متاسفانه شد، مزاری به شهادت رسید. بعد از مزاری هم زعامت و رهبری مدت در بامیان استمرار پیدا کرد. مردم یک مرجع داشتن. حالا اگر به توانمندی آقای مزاری هم نبود، بالاخره یک چیزی بود. مردم به سرنوشت و سرگردان نبودن، حیران نمی ماندن، وضعیت آشفته نداشتن، راهشان روشن بود. به همین دلیل هم بامیان با خیلی از موانع روبرو شد و موانع را برداشت سر راه خود. خیلی موانع را برداشت تا اینکه آمد حکومت در کابل تشکیل شد، حکومت آقای کرزی. همگی ریختن در کابل. من اون موقع با آقای خلیلی گفتم آقای خلیلی تو بامیان رو رها نکن، آقای محقق مزار رو رها نکن، ما این دو مرکز رو باید خالی نکنیم، برای که این دو مرکز اگر باشه ما در کابل هیچ وقت آسیب نمیبینیم، مثل آقای مزاری وزیر و اینا رو معرفی کنیم. ولی این دو عقبه وقتی از دست ما رفت، دیگه ما در کابل هیچ کاری کرده نمیتوانیم، در کابل شکست میخوریم. متاسفانه حرف آدم بی پول زیاد شنیده نمیشه. همگی ریختن در کابل. با ریختن در کابل در سطح کل افغانستان زعامت از بین رفت، در سطح کل افغانستان. تاجیک ها وضعیت خیلی بهتر از ما ندارن، ازبک ها اگر وضعیتش بدتر نباشه بهتر نیست، به همین خاطر خیلی از نیروهای ازبک جذب داعش امثال اینا شده. پشتون ها با اینکه فعلا همه قدرت رو در اختیار دارند، وضعیت خیلی مناسب و مساعد ندارند. بنابراین این بزرگترین آسیبی است که بعد از آقای مزاری رسید. دیگه خط فکری هم گم شد، همه چیز تبدیل به یک آشفتگی مطلق و محض شد. هزاره به عنوان مردم، من که هزاره میگم منظورم ایست که اگر هزاره هزاره شود افغانستان را آباد میکنه. برای تاجیک میتواند کار کند، برای پشتون میتواند کار کند، برای همه. ولی وقتی خودش کسی نباشد به درد خودش نمیخوره، چه درس به درد کشور و به درد افغانستان و به درد ملت افغانستان.
بنابراین ما بعد از او صدایی که همه ما به او صدا گوش بدیم نداریم. جهتگیری سیاسی روشن هم که به دنبال او حرکت کنیم نداریم. به همین دلیل بند از بند بریده و همه چیز پراکنده شده. پراکندگی هزاره ها را در امو دنیای مجازیشون میتونید ببینید که دو نفر با هم حرف موافق نداره و الا مردم ما همین امروز هم از نظر فرهنگی در سطح افراد خاص نمیگم، در سطح عموم به عنوان قوم هزاره ها از همه کرده از نظر فرهنگی جلوتره. اما هیچ کاری کرده نمیتوانیم. چرا؟ به خاطر آنکه همه چیز گم شده، خط محو شده، همگی سرگردان است. پولدار ما پول خرج میکنه بعد میبینه به جا خرج کرده. جوانان ما پای فداکاری میرسه بعد میبینه به جا مصرف شده. مردم ما تلاشای میکنن بعد میبینن به هیچ نتیجه نمیرسن. و ما تا این دو مشکل رو حل نکنیم، جهت ما، جهت فکری ما، ببینید منظورم مسئله اعتقادی و مذهبی نیست. از نظر مذهبی ما همه شیعی، یک تعداد ما برادران سنی ما هستند، یک تعداد دیگه برادران اسماعیلی ما هستند، ولی اون جهتی که به اون باید حرکت کند کدام است؟ و جالبش هم اینه که برادران سنی و اسماعیلی ما خیلی جدیتر از ما آن سر مسئله هزارگی حاضرند و این کار مردم نیست. در او زمان هم یک راه پیش پای مردم گذاشته شد، مردم راه افتادند. شعار داده شد، مردم هم تکرار کردند. خطوط مشخص شد، مردم هم قبول کردند و در آن راه فداکاری کردند. باور کنید پولی که در کابل از مردم هزاره، مخصوصا از مردم ترکمن تلف شد، تا 100 سال دیگه، تا 200 سال دیگه او پول رو پس دو مرتبه احیا نمیدونه. سرمایه‌ای که در کابل از بین رفت، نیروی جوانی که در اونجا تلف شد، جای اونا برای همیشه خالی است، هیچ وقت پر نخواهد شد. ولی مردم آخ نمیگن، آخ. امروز گاهی این رو ملامت میکنیم، گاهی آن را، ولی من خودم معتقدم که ما یک نسل نخبه و پیشتاز تحصیل کرده با درک و درایت و آگاه داریم، هم ما اینها رو وادار کنیم و هم اینا پیشگام شود، رای حل مطرح شود که مردم از این وضعیت آشفته و سرگردانی بیرون بیاید. ما کلن بد و رد گفتن و تخریب رو باید تعطیل کنیم و همگی ما به این فکر میفتیم که چرا رقم آباد کنیم. او زمانی که ما در کابل کار رو شروع کرده بودیم، برادران برای یک مدت ما رو مغول پارت میگفتن. اینا مغول پارتن، اینا زن رو مثل چشمه میدانن که هم ازش، از این تهمت های عجیب و غریب. و این توسط کسایی گفته میشد که عوام میپذیرون. ما از این مرحله عبور کردیم، توانستیم مقاومت کنیم، عبور کنیم. مرحله دوم آمدن که اینا کل کمونیستن، اینا بدینن، اینا اینن، اینا آنن، تکفیر، تفسیق. تهمت نبود که بزن، ولی ما همونایی که حتی ما رو تخریب میکردن، تکفیر میکردن و تفسیق میکردن، ما همونا رو هم بد نمیگفتیم و تخریب نمیکردیم. ما رای خود رو میرفتیم و بالاخره در حد مقدوراتی که ما داشتیم و ظرفیت و توانایی که ما داشتیم به جای خوبی هم رسیدیم. ولی حالا ما از پا مانده ایم.
اما استاد امیری جوان و پرقدرت است. دکتر سلطانی پر انرژی و توانمند است و خیلی از برادران دیگر. ما انتظار داریم اینا یک راه حلی پیش پای مردم بگذارن و ما تلاش کنیم که برای این مردم زعامت خلق کنیم و اینا جهت سیاسی و فکری پیدا کنن و توجیه شون در راه درست. بعد ما با هر مشکل میتونیم مقابله کنیم، با هر مشکل میتونیم مقابله کنیم و خود رو از این فراز بسیار خطرناک نجات بدیم. و الا یک تعداد ما این طرف و اون طرف مهاجر شده دیگر مثل گردراب گم میشوند، یک تعداد در وطن تحقیر میشوند، تخریب میشوند، اراضی خود را از دست میدن، قتل عام میشن، چنان که تا هنوز متاسفانه شده. همون قسمی که برادر ما آقای سلطانی گفت ما باید منتظریم جهان مدرن و حقوق بشر و امثال اینام زیاد نباشیم، برای که در کل دنیا ما دیدیم که مردم‌های تحت ستم را هیچ کاری برایشون نکردن. در کجا؟ شما از آمریکای لاتین بگیرید تا آفریقا و تا جنوب شرق آسیا، همه جا برید مردم قتل عام میشکست، خم به ابرو نمیارن. ما خود باید آب قول برخی که آنچه از خیش توان یافت ز عالم مطلب. بسیار ببخشید حال مساعد برای صحبت نداشتم، چند صحبت آشفته و پراکنده کردم، ولی از همه تقاضا میکنم که باید نسل نخبه خود را نگذاریم که دنبال راه حل نیفتند و همه ما در این سرگردانی نابود شویم و تلف شویم. باید راه حل پیدا شود. وقتی اندیشه ها روی هم شود مطمئنن راه حل پیدا میشه. حالا هم نمونیش دانشنامه هزاره رو شما دیدیم چه غوغایی هست، مردم کدام حرف قبول کنن؟ آدم های معتبر حمایه میکنه و آدم های خیلی معتبر منتقده. آخه این مردمی که همه خرج ایناش رو داده همینا هستن، فلان آجی از ملبورن، فلان آجی از سیدنی، فلان از کجا، فلان از کجا، اینا مصارف داده. این بیچاره ها چی کار کنن؟ کدام حرف رو بپذیرن و کدام حرف رو قبول کنن؟ ما در همه موارد همین گونه سرگردانیم، همین گونه وضعیت آشفته و در هم و بر هم داریم. باید راه پیدا شود که از این وضعیت عبور کنیم. انشاءالله خداوند به همه شما توفیق بده و ارواح طیبه شهدا مخصوصا شهید مزاری را شاد و مسرور کنه و همه مردم ما به عزت و افتخار انشاءالله برسد. السلام علیکم و رحمت الله.